دیگه. خب معمولا این حساسیت همیشه بوده، پرسپولیس اینجا می اومده در صورت ملوان تیم بزرگی بوده، همیشه میخواسته مقابل پرسپولیس بازی خوب رو احساسی بود. منظورم بود بیشتر. آره دیگه، وقتی شما نگاه میکنی به این موضوع از گذشته هم همینجوری میشد، احساسی میشد، تلاش بیشتری میشد، ولی در مجموع به نظر من این روز روز خیلی خوبی بود، به جهت اینکه ما یادی از سیروس قایقران کردیم، مردی که تو فوتبال ملوان و شهر انزلی بسیار بسیار دوست داشتنی بود و قابل احترام. سالگرد این عزیز رو دلمون می‌خواست که ما هم کنارش باشیم، کنار خانواده‌اش، کنار پدر بزرگوارش باشیم و یه یادی از گذشته بکنیم که خب هم بازی‌های سیروس چه تو تیم ملی چه تو ملوان همه کنار هم بودیم که یه بزرگداشت خوبی براش رقم بزنیم. من خیلی خوشحالم که بعد از چند سال اومدم اینجا، تونستیم یه همچین بازی نمادینی رو انجام بدیم. ضمن اینکه قشنگ‌ترینش این بود که همبازی‌های خودمون رو که دورانی که با سیروس بودن اینجا بازی میکردن رو دیدیم. خیلی روز خوبی بود، خیلی روز خوبی بود. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و ما هر ساله یاد این عزیز رو گرامی بداریم و روحش هم شاد باشه و آرزوی سلامتی برای پدرش و خانواده محترمش دارم. خب بالا درباره دربی هم میخواستم باهاتون صحبت کنم. دربی حساسی در پیش داریم، شما هم صحبت کرده بودین، حالا میخوام دوباره نظرتون درباره این بازی بدونیم. اوضاع چطوره حالا؟ سه روز بکنم دیگه مونده با دربی. من فکر میکنم که برای هر دو تا تیم اوضاع خوبیه، چون هم بازی گذشتهشون رو بردن، هم شرایط روحی روانی هر دو تا تیم خوبه. اما این تنها بازیه که به نظر من نه کسی میتونه بگه توانی توش بوده. چرا؟ برای اینکه تساوی این بازی به درد هیچ کدوم از تیم‌ها نمیخوره، چون تیم بالاییشون این تساوی به نفع اون میشه. پس باید، این نظر شخصی منه، پرسپولیس شجاعانه بازی کنه، با قدرت بازی کنه، با هوش بازی کنه، با برنامه بازی بکنه تا بتونه بازی رو ببره. استقلال تیم خوبیه، تیم قابل احترامیه، همیشه حریف دیرینه پرسپولیس بوده. اصلا به این نگاه نکنین که یه روز ما خوب بودیم اونا بد بودن یا اونا خوبن ما بدیم، اصلا اینجوری نیست. اون بازی یه بازی ویژه‌ایه که اون بازی رو هر کدوم از مربی‌ها بتونن تیمشون رو آماده از نظر روحی روانی به زمین بفرستن، مطمئن باشیم وضعه به نفع اونا خواهد بود. اما اگر غیر از این باشه، شجاع بازی نکنن و بخوان خیلی احتیاط بکنن، ممکنه خسارت بزرگی رو تحمل بشن. به همین خاطر این بازی یه بازی خوب باید از آب در بیاد، به دلیل اینکه نتیجهش خیلی مهمه. باید یکی برنده این بازی باشه که تا تعقیب کنه نفر بعدی رو که بالا سرش هست. هر کدوم از این تیمان برنده بشن، حاشیه امنیتی رو که سپاهان داره رو از بین میبره، چون احتمال هر گونه اتفاقی برای بازی بعدی برای سپاهان است، برای تیم پشت سرش هم است. به همین خاطر فوتبال پیش بینی شده نیست. خیلی‌ها میگن سپاهان حریفای راحتی داره برای بازی، اصلا اینطوری نیست. تیمی که داره میفته با چنگ و دندون بازی میکنه، تازه اون تیم‌ها سخت‌ترن که بتونیم شما باشون بازی بکنیم. به همین خاطر من فکر می‌کنم که برنده این بازی شانس قهرمانیش یه چند درصدی بیشتر میشه، نمیخوام بگم 100%، ولی تو 70-80% میرسه. حالا شما هم به عنوان مربی هم به عنوان بازیکن فکر کنم بالای 10-12 تا بازی انجام دادید مقابل استقلال، بیشتر شدادم بیشتر. از این دربی حساس‌تر داشتین؟ نه نه، به همین خاطر میگم که اگه خاطرتون باشه دربی‌های گذشته رو خیلی احتیاط می‌کردن، هی تساوی تساوی تساوی، اون مانع این بود که شجاعانه بازی نمی‌کردن، می‌خواستن یه بازی رو مساوی کنن برن تو بازی بعدی نتیجه بگیرن. اما این بازی به نظر من گام آخره برای پرسپولیس استقلال، باید یکی برنده بشه. تیمی که می‌خواد قهرمان بشه باید برنده بشه، یعنی بره برای بردن بازی. به همین خاطر این بازی با تمام بازی‌ها فرق می‌کنه و به خاطر همین دارم میگم که باید شجاعانه بازی کنن و بتونن نتیجه بگیرن. هر تیمی به نظر من اگر ترسو بازی کنه مطمئناً صدمه خواهد دید. شما اون مربی خیلی شجاعانه فکر کنم تیمتون رو میچیدین که مقابل دربی. همیشه همینطور بوده. شما اون سالایی هم که من تیمم 6-7 مصدوم داشت باز با همین شکل بازی میکردم. من حتی شده بود 1-0 رفته بودم تو رختکن، بازنده رفتم اومدم 2-1 بردم بازی رو، یا 3-0 بردم. اصلا شرط بازی با استقلال اینه که شما شجاعانه بازی بکنی و نترسی و ریسک بالایی لازم داره که برای تعویضات، برای تاکتیکت، برای نوع بازی کردن تیمت، اجرای تاکتیکاش، همه اینا مهمه که شما اون روز
چه روزی رو قرار بدی برای بازیکنات. خیلی مهمه که بازیکنات از نظر روحی روانی خیلی آماده باشه. بازیکن ویژه این بازی کی میشه؟ به نظر من این بازی ویژگیش مال اینه که اگر تیمی برنده بشه میشه گفت ویژه. اصلا شما نمیتونید به تک مهره اختصاص بدی که حالا این یه نفر بتونه تیمت نجات بده. نه، ما فوتبال رو تو کار گروهی میبینیم. هر تیمی کار گروهیش بیشتر باشه، دوندگیش بالاتر باشه، کمتر اشتباه بکنه، موفقیتش بیشتر خواهد شد. واسه سال آخر با بالای لابی کردیم واسه مربیگری تیم ملی امید. من لابی نه، من تا حالا اگه قرار بود خلاص وضعیت مربی چون گفتن تموم شده مال شما. نه من حالا کاری به اون ندارم. اگر بود من لابی بکنم انقدر بیرون نمیموندم. نه ما با هیچ کی اگر قرار لابی بکنیم با اون خدا لابی میکنیم، با کسی دیگه لابی نمیکنیم. ان شاء الله تصمیماتی فدراسیون میخواد بگیره، حالا ببینیم این تصمیمات کی اجرا میشه. و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه بینندگان عزیز. واقعا مناسبت خیلی خوبیه تو این شرایط. میدونین خب بالاخره بچه‌ها گرفتاری خودشونو دارن، یه مقدار مشغله کاری و اینا باعث میشه که یه مقدار در واقع سخت بشه این بچه‌ها رو دور هم جمع کرد. ولی وقتی مناسبت این بازی اعلام شد و به ما گفتن که به خاطر مرحوم سیروس قایقرانه همه با افتخار اومدن، چون واقعا سیروس خدا رحمت کنه هم بازیکن بسیار بزرگی بود و هم انسان بسیار بزرگی، از نظر اخلاقی فوق‌العاده بود. و ما خب فکر میکنم 8-9 سال تیم ملی کنار هم بازی کردیم، خاطرات خیلی زیادی داریم و خیلی خوشحالم که به این مناسبت اومدم. البته من خب اصالتاً بچه همین گیلانی هستم، پدر مادر مال چیز هستم میایم، ولی به خاطر مرحوم سیروس قایقران خیلی خوشحالم که اومدم انزلی تو این بازی شرکت کردم. انشالله خدا روحش رو شاد بکنه و یاد و خاطرش همیشه با ما هست. بعد شما شروع کردین که 9 سال همتیمی مرحوم سیروس قایقران بودین، مثلا خاطرات شیرین و حالا ما الان به مال خاطرات شیرین هستیم، یه خاطره شیرین اگه بخواین از مرحوم بگین چی هستش؟ خیلی با میگم واقعا سیروس انسان بسیار خوبی بود، همونطور که گفتم علاوه بر فوتبال که بازیکن بسیار طراز اولی بود، انسان بسیار خوبی بود. خیلی خوش اخلاق بود، خیلی خوب با همه میجوشید و بزرگترین افتخار برای ما این بود که چند سال کنارش فوتبال بازی کردیم. ای خاطره خوبش هم به نظر من بازی‌های پکن، اون گلی که به تیم کره جنوبی زد، واقعا چون تو اون شرایط کره جنوبی تیم فوق‌العاده‌ای بود، من فکر می‌کنم یکی از بهترین تیم‌های کره جنوبی تو این 20 سال اخیر بود که همه تیم‌ها رو به راحتی می‌برد. نیمه نهایی به هم خوردیم و خب از نظر تیمی، قدرت تیمی، خب خیلی‌ها شانس رو به اون تیم می‌دادن، ولی با تلاش و دوندگی بچه‌ها که یکی از اون بچه‌ها مرحوم سیروس قایقران بود، جلو این تیم وایسادیم و با گل خود آقای سیروس قایقران بله تیمو کره رو شکست دادیم و در نهایت قهرمان بازی آسیای پکن شدیم. و بعد از بازی واقعا اون حس و حالی که سیروس داشت حس و حال خیلی قشنگ و زیبایی بود و با گل آقا سیروس ما قهرمان پکن هم شدیم. آقا حالا دربی دیگه بازی حساس بود، حساس‌تر هم شد، یعنی هر تیمی که بکنم امتیاز از دست بده دیگه تمومه براش این فصل تو لیگ برتر. اوضاع چطور میبینید واسه دربی؟ من فکر میکنم که دربی با توجه به اینکه شرایط بازی، شرایط جدول به گونه ای است که هر دوتا تیم نیازمند پیروزی هم، اگه دنبال قهرمانی هستن باید تو این بازی پیروز بشن و به همین دلیل من فکر میکنم یکی از جذابترین دربی ها رو شاهد باشیم، به دلیل اینکه هم شرایط جدول هم شرایط فنی دوتا تیم واقعا ایدئاله، به خصوص تیم استقلال که این روزها در آمادگی کامل به سر میبره و امیدوارم که بازی دربی هم همون کیفیت فنی رو به نمایش بذاره و بتونه برنده بازی باشه. من اعتقادم اینه با توجه به اینکه شرایط بازی ها تیم سپاهان بازی های آسون تری نسبت به این دوتا تیم داره، من اعتقادم اینه اگر استقلال این از صد دربی بگذره، یعنی 3 امتیاز دربی رو بگیره، شانس خیلی زیادی برای قهرمانی داره، چون سایه تیم استقلال باعث به هم خوردن تمرکز تیم سپاهان میشه و با یه لغزش با این کیفیتی که استقلال داره به نمایش میذاره
اگر برنده دربی باشه من فکر میکنم شانس بیشتری برای قهرمانی داشته باشه. بخوایم بازیکن تاثیرگذار از هر دو تا تیم انتخاب کنیم. ببین فوتبال تک مهره نیست. فوتبال کار گروهیه که این روزا هم تیم پرسپولیس کار گروهی داره خیلی خوب بازی میکنه، هم تیم استقلال خیلی تاکتیکی و گروهی فوتبال بازی میکنه. فوتبال دیگه مثل زمان قدیم نیه، اون تک مهرات چرا بازی های کنهای تراز اول حضور شما مثل مثلا دوره شما مثلا خب فرق الان سبک فوتبال عوض شده، الان بیشتر شما باید از نظر ترکیبی و تیمی تو شرایط خوبی قرار داشته باشی. خاطره خوبتون از دربی؟ قربون شما، خاطره که زیاده دیگه. حالا یکیشو بگی. حالا حالا انشالله، چون من تو دوتا تیمش بازی کردم نمیتونم بگم. من درباره دربی نمیشه ازتون نپرسه دیگه. به عنوان سرمربی تیم ملی دیگه، سرمربی اسبق استقلال و بازیکن اسبق استقلال، به عنوان سرمربی تیم ملی این دربی چطور میگه؟ دربی خیلی حساس. ببین دربی همیشه حساس بوده و من خیلی خوشحالم که بالای جدول تیم ما هر 3-4 تا تیم حالا که تو حالا یا مثلث قهرمانی الان باید بگیم دیگه، ولی خب تیمای دیگه هم هستن، این خود گلگهر، این تراکتور و مثل رفسنجان، خود فولا دارن فوتبالای خوبی میکنن. منتها مثلث قهرمانی مال اون ستاست و خیلی جالبه این ستایی با اینکه فشار روشونه و شرایط جدولم حساسه. من این هفته ستا تیمو که رصد کردم چه بازیای خوبی انجام شد و این واقعا قابل ستایشه و به مربیاشون هم باید تبریک بگیم. با اینکه جدول حساسه تو کورس قهرمانیان دارن فوتبال زیبایی بازه. من فکر میکنم کمتر اتفاق افتاده باشه. دربی نگفتیم چطور میشه؟ چرا دیگه دربی که نه، من که نجم، من مطمئنم که بازی خیلی خوبی میشه. دوتا تیم مربیای بسیار تاکتیکی هستن، هفته‌های گذشتم بازی‌های خیلی خوبی گفتم هم از این دوتا تیم هم از سپاهان و خیلی تیم‌های دیگه دیدیم و اینا. ببین دربی شرایط خاص خودشو داره و این که بگی آقا کجای الان، الحمدلله که تیم‌ها بالای جدول، یه موقع می‌دیدیم مثلا اختلاف جدولی زیاد بود ولی باز اونی که پایین جدول بود می‌بره. من امیدوارم این بازی انقدر زیبا بشه که فوتبال برنده بازی باشه. حالا نتیجه حالا به هر حال خیلی عوامل تاثیر داره و میگم امیدوارم که فوتبال برنده بازی باشه، کمان که شما میبینید در تبریز 70-80 هزار جمعیت اومدن، در اصفهان هفته استقبال خیلی خوبی شد و اگه خود آزادی هم به نظر من اون سکو آماده بود، بازی قبل استقلال پرسپولیس هم حتما پر میشه، این دربی هم استقبال زیاد میشه. مطمئنم شرایط استاد آزادی شرایط خاص، امیدوارم فوتبال برنده بشه.